قریب است الان. اسلام قریب، همونطور که قرابا را نمیشناسند، یه قریبی واردی شهر باشه مردمش نمیشناسند، اسلام الان قریب است توی ملت ها، نمیشناسن اسلام را. چون نمیشناسن اسلام را، احکام اسلام هم نمیدانن، اسلام شناس های ما هم اسلام ها نمیشناسن، نمیشناسن چیه. وقتی نشناختن خیال میکنن که اگر چنانچه فقیه حکومت فقیه باشد حکومت دیکتاتوریست، و اگر چنانچه فقیه در کار نباشد دیگه هر کمی خواد باشد، اگه شمرم باشد این آقایون اشکالی بهش ندارن، فقط فقیه ها بهش اشکال دارن. اشکالم برای این است که از اسلام میترسن، از اسلام ترس دارن. اسلام نمیذارد این حیثیت و فاسد ها را باقی باشد، اینا میترسن ازش. بعضی هم گول خوردن، بعضی ها متعمدن در این امر، بعضی هم گول خوردن. و الا حکومت اسلامی مثل حکومت علی ابن ابی طالب دیکتاتوری توش نیست، حکومتی است که به عدل است، حکومتی است که زندگی خودش از زندگی سایر رعیت ها بدتر است. اونا نمیتونستن مثل او زندگی کنن، اون نونه جو هم سیر نمیخورد، یه لقمه دو تا لقمه برمیداشت با یه خود نمک میخورد. این حکومت اصلا میتونه دیکتاتوری برای چی بکنه؟ عیش و عشرتی نیستن که بخواد دیکتاتوری کند برای او. حکم فرمایی است در اسلام نیست، حکم فرمایی است در کار نیست. پیغمبر اسلام که رأس مسلمین و اسلام بود، وقتی که در یه مجلسی نشسته بودن تو مسجد روی اون حسیرا، معلوم است حسیر حسابی هم داشته باشه، اونجا نشسته بودن، دور هم که نشسته بودن، عربایی که خارج بودند و نمیشناسن پیغمبر را میامدن میگفتن که کدوم یکی محمد هستید، نمیشناختن، برای اینکه حتی یه همچی چیزی هم زیر پیغمبر نبود. حالا ما اشراف هستیم، یه همچی حکومتی که بنا باشد اینطوری باشد، یه خانه گلی داشته باشد، یه گلیم هم حتی نداشته باشد، یه حکومتی که یه پوست میگن داره داشته است که روزها علوفه شطرش را حضرت امیر روش میریخته، شبا زیر خودش و فاطمه مینداخته و میخوابیده روش، این ده دیکتاتوری نمیتوند باشه. اینایی که میگن دیکتاتوری، اسلام نمیفهمن چی است، فقیه اسلام را نمیدن، خیال میکنن ما هر فقیه هرچند فاسد باشه این حکومت، فقیه اگر پاشا اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یه چیز آسونی است که بدن دست هر کس؟ اینا که میگن که دیکتاتوری پیش میاد و نمیدونم این مسائل پیش میاد، اینا نمیدونن که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری نیست، مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده، و ما میخواییم که فقیه باشد که جلو دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس ژاندارمری دیکتاتوری بکند. نه که میخوام دیکتاتوری درست کنیم، فقیه میخواد چه کند دیکتاتوری را؟ کسی که زندگی عادی دارد و نمیخواد این مسائل را، دیکتاتوری برای چی میخواد بکند؟ خب فرمایی تو کار نیست در اسلام. علاوه حالا در این قانون اساسی که اینقدر احتیاط کاری هم شده است، آیون هم اینقدر احتیاط کاری کردن که یه دفعه مردم بیان خودشون تعیین کنن یه خبره هایی، این دیکتاتوری، این خبره ها را یکی بیاد بگد که در یه شهری از این شهرها یه کسی فشار آورد روی مردم که بیاد به این شخص رای بدید. حتی تبلیغات هم نشد، مردم این را میشناختن، مردم میدانستن اینها را. اگر 100 دفعه دیگه ما بخوایم خبرگان تعیین کنیم، یا خود این آقایان تعیین میشن یا یکی مثل اینا. مردم با رأی آزاد، من گمان ندارم در هیچ جای دنیا اینطور واقع شده باشه، اینطور رأی داده باشن مردم، اینطور عاشقانه رأی داده باشن به
یه مطلبی، هم جمهوری اسلامیش را اونطور عاشقانه رأی دادن و اونطور اکثریت در زمان شاه سابق که یادتون از شما اینها یه رفراندومی میخواستن بکنن، من از قوم فرستادم ببینم که وضع چجوریه. اینا آمدن گفتن بیش از 2000 تا نمیتونن تهیه کنن. معزاله گفتن همه ملت برای اینکه 6 میلیون رای داد. گفتن 6 میلیون رای دروغ میگفتن. 6 میلیون رای دروغی را اونها میگفتن همه ملت. حالا ما یه جا 20 میلیون رای داشتیم، یه جا هم که یه دسته نیومدن قهر کردن از باب اینکه اونها نمیدونستن که ما چی میخوام بگیم. قهر کردن رفتن کنار نشستن. معزاله 16 میلیون جمعیت تقریبا رای داد و 90% مردم گفتن ما رای میدیم. الانم بعدها خواهن اونها هم گره کرد که چرا ما نگذاشتن رای بدیم. شاید اونها هم همین رای را بدن و باز میشد 20 چند میلیون.